به نام پادشاه عالم عشق که نامش هست نقش خاتم عشق. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما بزرگواران. با نام خالق عشق، پروردگار عالم، پروردگار جهان، توحید در ربوبیت، آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات شهریور 99 رو خاص برای بچه های گل انسانی. خب حذفیات داریم، حواسمون باید بهش باشه. سال اول بخش الزامی، این چون شهریور پارساله، بچه ها من مطمئنم همه بچه های انسانی خرداد قبول میشن. این برای کساییه که خدای نکرده بیماری داشتن، خدای نکرده کرونا گرفته بودن، بیمارستان بودن، خونه بودن، نتونستن برن امتحان بدن. آره، یه الزامی داره، یه دونه اختیاری. خب بخش اول، تدبر در آیات و روایات. یادتونه گفتم سوال اول همینه، تدبر در آیات و روایات. آیه رو میگه ترجمه کنید. آقایون انسانی، یه سوال ترجمه کنید دارید. کدومه؟ اونایی که آیه جلوش نقطه چینه، کتاب معنی نکرده، با هم معنی کردیم، با دبیرتون معنی کردی، یه ترجمه کنید. 1.5 نمره داره. همین یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله، شما نیازمندان به خدا هستید، شما محتاج به خدا هستید. والله هو الغنی الحمید، خدا بی نیازه، خدا ستوده است. میتونی تحد و لفظی معنی کنی، ای مردم. ببین ما یه دونه معنا داریم تو عربی، بچه هایی که عربی درس میدن اینا، عرضم به خدمتون حتما باید فعل بری آخر، نه ای مردم، همینجوری میتونی معنی کنی. شما فقرایید، فقیرید، نیازمندید به خدا و خدا بی نیاز، ستوده است، تمام. اگر ازت پرسید چه نیازمندیه، اگر پرسید، اون وقت باید بگی نیازمندیه به خدا شامل دو بخشه. یک، در مرحله پیدایش. دو، در مرحله بقا. به پیدایش میگن چی؟ وجود. اینا دیگه به درد تست میخوره. به بقا میگن چی؟ هستی. دقت کردی؟ به همین سادگی. اما فقط معنی کنی 1.5 نمره داری. سوال دوم، آیه شریفه احسب الناس ان یتکون یقول آمنا و هم لا یفتنون. همه که بگی ما ایمان آوردیم شما فتنه، یفتنون، ما امتحانتون نمی کنیم. یعنی حتما امتحانتون می کنیم. هر کس که ادعای ایمان کند مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرد. با توجه به آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، آیه اطاعت دینی 11، بعد جالب اینه دینی 12 هم اومد، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یادتونه حدیث جابر فلا. خب کدوم معیار تمدن اسلامیه؟ برپاییه جامعه چی؟ بر اساس حکومت اسلامی، بر پایه جامعه‌ای بر اساس قوانین الهی، یعنی تشکیل حکومت اسلامی، تشکیل. یه دونه اضافه زدم اینه، تشکیل، درست شد، تشکیل برپایی جامعه‌ای بر اساس قوانین اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی دیگه. چی؟ این همون ولایت الهی دیگه، ولایت الهی. هر کدوم از اینا رو بنویسی درسته، نمیخواد سه تاشو بنویسی، هر کدومشو بنویسی درسته. ولایت الهی، خدا باید حاکم باشه، معیار جامعه اسلامیه. سوال بعد، رسول الله فرمود التائب من الذنب، کسی که توبه کرده از گناهاش، کمن لازم، انگار اصلا گناه نکرده، کسی که از گناه توبه کرده مانند کسی است که
اصلا گناه نکرده، مانند کسی است که اصلا گناهی مرتکب نشده است. من قلمو درست گرفتم زیاد شده و یعنی همونجا جا میشه. درستی یا نادرستی گزاره ها بچه، بعد از آیات و روایات میریم سراغ جا خالی ها، بعد صحیح غلط. اگه جلسه صفر رو ببینید، توضیحات رو دادم، تیپ سال امتحان نهایی. احکام الهی انسان را از توجه به امیال مادی من میکند. کی گفته؟ اصلا اینجوری نیست، من نمیکند، این غلط. اینو من به ذرس قاطعه میگم غلط. انسان موحد باور دارد دشواری های زندگی نشانه بیمهری خدا نیست. دقیقا درسته. در عصر جاهلیت زن از کمترین حقوق فردی و اجتماعی، حتی حق مالکیت برخوردار نبود. کاملا درسته، جاهلیت داره میگه. فهمیدن یکی از حکمهای یک دستور الهی مبنای تصمیم گیری انسان در عمل با آن دستور است. اصلا نیست، تو یه چیزو میفهمی، هزار تا حکمت داره، این غلطه، این دستور نیست، غلط. دوتاش درست شد، دوتاش غلط. لزومن دوتا درست دوتا غلط نه، لزومن نه، غالبا اینجوریه ولی حتما نه. جای خالی. عبارتهای زیر با کلمات مناسب تکمیل کنید. حسن چی بدین معناست که انجام دهنده نیت الهی. نیت بچه ها فاعلی بود، حسن فاعلی، نیت فاعل دیگه بچه ها. اگه عمل بود میشد فعل، عمل فعل، نیت فاعل. تکرار توبه اگر چجوری باشه موجب محبوب شدنه، اگه واقعی باشه، اگر واقعی باشه موجب محبوب شدن اصلا نزد خدا جلب رحمت اون میشه. توحی در چی یعنی موجودات به خصوص نقش پرورش تدبیر ربوبیت. دیگه مامانت بگه برو رب بخر، یعنی ربوبیت باید بیافتی. در پیدایش هر پدیده ممکن است چند عامل به صورت مجموعه، بچه ها مجموعه یا همکاری دید علل ارضیه، مشارکت علل ارضیه، علل ارضی. یعنی از این آسونتر میشه سوال بدن؟ خدا وکیلی خیلی، یا ما خداییش آسونه بچه ها. درسیه که میتونید 20 بگیرید بچه های گل انسانی، حفظیه دیگه بابا، فلسفه منطق نیستش که. به سوال های زیر پاسخ کوت. بعضی ها میگن آقا فلسفه منطق راحت تره، تو با فلسفه منطق بیشتر حال میکنی، ولی خداییش دین و زندگی گلابی ترین درس کنکوره، هیچی نداره بابا، فقط کتاب. هی من میگم کتاب کتاب کتاب، الان موقعی نیست منبع اضافه کنید. آقا بریم یه کتاب بخریم. نه، الان وقت کتاب خریدن جدید نیست، همونایی که داشتی قبلا خوندی و بخون. پشتوانه محکم دوری از گناه چیه؟ ایمان به خدا. ایمان به خدا پشتوانه محکم دوری از گناهه. اینجا یه درس شما داشتید، فقط شماها داشتید، بچه‌های ریاضی تجربی ندارن این درسو. دو مورد از حیله‌های شیطان، ما ستاشو میگیم، دو تاشو بگی کافیه. گناه کن بعدن توبه میکنی، تسویف، امروز و فردا کردن و به شقاوت کشاندن انسان. در چه صورت یک جامعه توحیدی است؟ وقتی که حاکمش بر اساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشه، همون شرطی که خدا تعیین کرده رو حاکم داشته باشه، بکوشد قوانین الهی در جامعه اجرا بشه. دو مورد از شواهد وجود اختیار، سه تا بود دیگه، تفکر و تصمیم، احساس لذت یا پشیمانی، مسئولیت پذیری. اینم از این. جامعه عدالت محور چه ویژگی داره؟ جامعه‌ایه که مظلوم بتونه به آسانی حق خودش از ظالم بگیره. دیگه چی؟ امکان رشد برای همه فراهم باشه، نه اینکه فقط نعمت‌ها و ثروت‌ها در انحصار گروهی باشه. همین راحتی تو همین یه ذره می نویسی نیم نمره می گیری. پیش از اسلام پادشاهان بر اساس قواعد روابط ملت ها بر چه اساس تنظیم می شد؟ بر اساس منافع مادی زیر سلطه قرار دادن قبائل و سرزمین های دیگه. بازم نیم نمره. عناصر اصلی برنامه پیغمبر در ارتقای جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت چی بود؟ احیای منزلت زن، به زن منزلت داد پیغمبر، ارزش‌های اصیل زن. بله.
در عبارات زیر گزینه صحیح. اینا همون سال دو گزینه یه گفتم بچه ها، بیشتر بچه ها انسانی دارن. انسانی ها هر سال داشتن دیه 98 یا 90، آره دیه، دیه 99، دیه 99 بچه های ریاست تجربی هم داشتن این سال دو گزینه ای. میگه موضوع اولین آیاتی که به پیغمبر نازل شد درباره چی بود؟ خب معلومه دیگه، درباره دانش آموختن بود دیگه. تو باید تو پاسخ برگرد بنویسی یک، همین مسخره بازیه. مهمترین راه اصلاح و معالجه جامعه از انحرافات اجتماعی چیه؟ امر معروف و نهی از منکر. پیداش کن بیا اینجا بنویسی دو. خیلی دیگه ساده است، یعنی خیلی دیگه ساده است. کشف رابطه ها، خب تدبیر، تدبیر توی در ربوبیت، تدبیر ربوبیت، همین دیگه. حق تصرف ولایت، ببین حق تصرف گفتن سریع یاد ولایت دیگه، اصلا هیچ چی نمیخواد. اعتقاد به چند خالق، خالقیت، خالقیت، خالق، خالقیت، به همین سادگی. یک و نیم نمره مفت مفت میگیری. همین سه تا کلمه، تدبیر، پرورش، اداره کننده، اراده، ربوبیت، حق تصرف، حق ولایت. ما لهم من دونه من ولی ولایت. خالق، مبدع، آفریننده، پدید آورنده، خالقیت. مالکیت هم میشه ولله، مال خداست، ماف السماوات و ماف الارض. من میگم صبح دوشنبه سوال میاد از همین سوالا رو ندیدم اما حدس میزنم. اصطلاحات رو تعریف کنیدم بچه، شما انسانی ها دارید کل اصطلاحات تعریف کنید. نگاه کن کلن 6 تا اصطلاحات داره کتاب، پی دو تاش اومده اینجا. احتمالا به نظر من امثال حسن فاعلی فعلی یا یکی از توحیدا، پیرایش و تخلیه، توبه، گناهان رو از قلب خارج، شستشو، برای همین بهش میگم پیرایش و تخلیه. همین اخلاص، شخص عملش رو فقط برای رضای خدا، فقط برای رضای خدا یعنی حسن فاعلی، همان گونه که خدا دستور داده انجام داده، همون چون داره انجام میده میشه حسن فعلی. اخلاص یعنی حسن فاعلی و فعلی. به احکام، احکام درس 9. کو درس 9 اینا؟ این درس 9، درس 9 شما، درس 8 ریاضی تجربی ها حتما یه سوال داره اینها. چقدر بارون میده بهش؟ 2 نمره. مف مف. شرط، آقا شرط بندی میدونی حرامه دیگه، چرا بی خودی داره چونه میزنی؟ شرط بندی حرام، حرام پیدا کن اینا، اینم حرام. نخریدن کالای خارجی به سبب وابستگی که واجبه. اگه گفت خریدن کالا وابسته بشه حرامه، اما میگه نخریدن، چون میگه نخریدن خارجی واجبه. استفاده از موسیقی سنتی، کلاسیک، غیر موسیقی، جایزه. موسیقی جایز داریم؟ جایز و حلال اینها، جایز و حلال. شرکت در مجالس شادی مثل جشن عروسی به سبب صله رحم، چون صله رحم آورده میشه مستحب، مستحب. یه دونه اضافه هم نداشت برای بچه های ریاضی تجربی، یه دونه اضافه داره برای شما، یه دونه اضافه هم تازه نداشته. برو حالشو ببر. آها تموم شد این 16 نمره. ضمناً اگر ضعیفی برو 4 تا درس آخر رو بخون، 4 تا درس آخر ببخشید 13 نمره داره، برو بشین همونا رو بخون. اینجا هم ما حذفیات داریم. من توی دی ماهتون اشاره به حذفیات نمی کنم، همینجوری میرم جلو، اما اینو اشاره می کنم. یکی از جلوه های توفیق الهی، توفیق الهی اتون چی بود؟ آیه چی بود؟
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نصرت الهی و هدایت الهی به دنبال تلاش و مجاهدته. خدا انسان تلاشگر و مجاهد رو حمایت میکند، دست او را میگیرد و به پشتیبانی خود به پیش میبرد. ایجاد زمینه مناسب برای رشد تعالی شخص مؤمن، مانند دوست خوب، پیدا کردن دوست خوب، شرکت در یک جلسه قرآنی، خواندن یک کتاب تاثیرگذار و هدایتگر، یکیشو بنویسید، کفایت میکنه. چرا دوره جوانی بهترین دوره برای تو؟ همینجا باید دوره جوانی دوره پیری توضیح بدی. همون یه پاراگرافو خودت میدونی دقیقاً. اینها صفحه 104 تو. دوره جوانی دوره انعطافه، دوره تحوله، دوره دگرگونیه. دوره پیری دوره کم شدن انعطافه، تثبیت خلق و خوهاست. اگر در دوره جوانی خصلتی که در انسان پیدا مانندگار شود، خارج کردنش در پیری بسیار سخت میشه به همین راحتی. از مراحل تکمیل توبه، تلاش در جهت دور شدن از گناه رو بنویسید. توبه کنند تلاش میکنند دیگر به سراغ گناهی که از آن پشیمان شده نرود. میبینید درس توبه چقدر مهمه؟ همین رو بنویسید، نیم نمره بد میده. ببین همین رو میگه بنویسید، زیرا انجام مصائب و شکستن توبه است که در آن صورت باز هم باید توبه کند. اگر توبه کننده حقیقتا توبه کرده باشد، گرچه ممکن است با آن گناه علاقه هم داشته باشه، سعی میکنه در عمل از آن دوری کنه، یعنی از افراد، مکان ها، موقعیت هایی که میتواند زمین ساز شکل گناه باشد دوری میکند. اینم نیم نمره میشه یه نمره. بچه ها نگاه کنید، تمام مراحل تکمیل توبه بود، راههای رسیدن به اخلاص بود، میوه های درخت اخلاص بود. یکیشو سوال میدن ها، ببین امسالم میدن، شک نکن. نفوذ ناپذیری در برابر وسوسه‌های شیطانی. میگه توضیح بده میوه های درخت اخلاص چیا بود. حالا این دفعه شماره یک رو میدن. اگر انسان در اخلاص پیش رود، به مرحله‌ای میرسد که دیگر فریب و وسوسه‌های شیطان رو نمیخورد. چرا که شیطان خود اقرار کرده توانایی فریب مؤمن با اخلاص رو ندارم. همینا مینویسم. این درس 13 بچه‌ها، اینو ببینید، این درس 13 حذفیاته، مبارزه با ستم. شاید اصلا نخوندی، اگه نخوندی اصلا ولش کن دیگه، بی خیالش شو، ارزش نداره بخوای وقت بذاری، تو کنکورم نمیاد، حذفیات کنکوره. مبارزه با ستم گرا و تقویت فرهنگ جهاد شهادت صاحب برنامه حوزه 4 حضور موثر در جامعه جهانی. حذفیاته، تو که نمیخونی خیلی معلم‌ها درس ندادن، بعضی معلم‌ها هم درس دادن، وقتی حذفیات برای چی میخوای؟ هیچ. بعدی هم همینطور، بعدی هم ناکنید، درس 13 دقیقا اقدامات تقویت توانایی فردی. ما به بچه ها همیشه میگفتیم یکیش میاد اینها، اما الان من توی دیماه کامل میگم بچه ها بهتون، اما شهریور و خرداد نه دیگه. یه دونه نمونه که فقط بهت میگم که آقا چجوریه، که بچه های ریاضی تجربی هم اگه میبینن، این چون برای بچه های ریاضی تجربی هست، مشارکت در این اقدام بزرگ نیازمند اعتقاد راسخ به دین، عزت نفس، توکل فلان هست. هیچ. بیا تمدن جدید در حوزه عدل و قسط. چون به بچهای ریاضی تجربی من گفتم، حالا ببین به شما هم دارم میگم، برای شما حذفیاته، اما برای بچهای ریاضی تجربی حذفیات ندارن اصلا. آثار مثبت تمدن جدید در حوزه، ما 3 حوزه داریم، علم، عدل و قسط، خانواده. دومیش عدل و قسطه. میگه آثار مثبت چند تاست، یا میگه نام ببر، یا میگه یکی از آثار مثبت فلان توضیح بده. اینا ها، ای بچه ریاضی تجربی این فیلمو داره میبینه، همین اینا میادش، ممکنه همین این اصلا بیاد، همین این ممکنه بیاد. و سوال آخر بازم برای شما حذفیه، درس 11 انسانیاز حذفیه، اوضاع فرهنگ اجتماعی پیش از اسلام در امپراتوری روم رو گفته توضیح بده که جزو حذفیات هستش. انشالله که با قوت برید اولین آزمون امتحان نهایی رو یه 20 بگیر بیا تستی هم. بچه ها شما انسانی هم بچه ها میدونید، شما بهتر هم میدونید، انسانی ها 2 دستن، یه عده خیلی خوبن، رتبه های تک رقمی، 2 رقمی. ما تک رقمی های علوم انسانی خیلی واقعا تاپ داریم، واقعا تاپ. حقتون هم که کلن بچه های ریاضی و تجربه میخورن، رشته های شناور، مدیریت ها، حسابداری ها، تربیت معلم ها، همه رو اونا هم میان دیگه. برای همین بچه های انسانی که قدر هستید، شما حتما در کنار تشریحی خوندن تستی هم بخونید. حذفیات رو نمیخواد بخونید، کنکور هم حذف شد این 3 درس. واقعا بعضی هنوز آقا یعنی واقعا نخونیم. نه نخون دیگه، ولش کن دیگه، دیگه چرا چیز میکنی، حذف دیگه، نخون. امتحان نهایی هم حذف، کنکور هم حذف، نخون. وقتت بذار برای بقیه.
برای بقیه 10 تا درس، 12 الان دلت نمیاد شب امتحان نهایی پایه بخونی، همین 12 تست جنبندی 12 بزن، تست کنکور رو بردار، هر چی تست 12 بزن. اما بچه‌هایی که نه، یه مقدار تو انسانی ها یه ذره اونایی که ضعیف تری تو انسانی، شما همون 4 تا درس آخر رو بخونید، 13 نمره داری قبولی. خوبه دیگه، از این راهنمایی بهتر. دوستتون دارم، آرزو موفقیت میکنم برای همتون، التماس دعا، خدا یار و نگهدار همتون.